اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا. بینندگان گرانقدر تلویزیون جهانی آریانا، دوستداران و خوبان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خرسند هستم بر این که در بزرگترین اختتامیه مسابقات حسن تلاوت کلام الله مجید در خدمت شما عزیزان قرار دارم. شما خوبانی که بیننده برنامه ما هستید، برای اولین بار چنین برنامه در افغانستان رقم میزند. برای اینکه خوبتر بفهمیم و بدانیم که این برنامه چگونه برگزار شد، بسته تصویری را با شما یک جا مشاهده میکنیم. مجمع قرآنی شیخ عبدالکبیر حیدری افتخار دارد که برای اولین بار مسابقات بین المللی آنلاین قرائت قرآن عظیم الشان را زیر نام سراج الکبیر با اشتراک بیش از 25 کشور جهان برگزار نماید. متسابقین در دو مرحله با هم بر رقابت پرداختند که مرحله اول آن بین متسابقین افغانستان با داوری داوران داخلی با تاریخ نوع قوس برگزار گردید که 5 تن با نمایندگی از افغانستان با مرحله فینال این دور از مسابقات صعود نمودند. مرحله فینال بین 13 متسابق از 9 کشور جهان برگزار گردید. قابل ذکر است که مرحله نهایی مسابقه توسط داوران بین المللی جهان اسلام داوری گردید. فرایند این مسابقه از آغاز تا انجام مدت 1 ماه به طول انجامید. خوش آمدید عزیزان نهایت گرانقدر. یکی کیها از چند کشور چگونه تانستن در این دور اشتراک بکنن و کی میتاند که در این دور از کدام کشور مقام اول، دوم و سوم و چهارم و پنجم را نصیب خود بگرداند، بیننده برنامه ما باشد. در این قسمت حال از قاری صاحب حسن علی کاسی از کشور جمهوری اسلامی پاکستان خواهش میکنیم که با تلاوت از کلام الله مجید برنامه کنونیمان را آغازگر شوند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم.
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. ډیر مننه له قاری صاحب حسن علی کاسی څخه و عزیزان نهایت گرانقدر دوستداران برنامه. ما برای اولین بار بیننده چنین برنامه بزرگ هستیم که در افغانستان دایر میشد، که آن هم از 27 کشور جهان قاری صاحبان به قسم آنلاین در این مسابقه اشتراک میکنند. ای که کدام قاری صاحب میتواند مقام اول را به دست بیارد تا به اخیر برنامه را تماشا بکنید، و همچنان کسایی که بیننده برنامه ما در خارج از افغانستان هستند، ما به خاطر اینکه آنها خوبتر و بهتر بفهمند و بدانند که برنامه چگونه دایر شده، از قاری صاحب سید عنایت الله سهرابی خواهش میکنیم که به جایگاه تشریف بیارند و به زبان بین المللی در رابطه با این برنامه کنونی با آن صحبتهای خود را ارشاد بفرمایند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. Greetings and warmish welcoming dear spectators who are watching us right now from every spot of the world. This is Sayyid Inayatullah Sohrabi, member of cultural section of Sheikh Abdul-Kabir Haidari's Qur'anic Association. And in this part of the program, I will be with you reading the Qur'anic activities of Sheikh Abdul-Kabir Haidari's Qur'anic Association for many years. Sheikh Abdul-Kabir Haidari's Qur'anic Association was inaugurated in 2012. Located in Kabul, Afghanistan, with presence of Professor Abdul Fattah Taruti. It is a high honor and distinct privilege for our Qur'anic Association that has presented more than 10,000 Qur'anic students in the society from different sects and tribes for many years. This multinational Qur'anic Association has conducted various Qur'anic programs inside and outside of Afghanistan since it was inaugurated.
We can name from our Quranic activities as the following. First, inviting the most prestigious Egyptian reciters for the first time in Afghanistan. Second, establishing Quranic association in several provinces. Third, several Quranic trips in different provinces. Fourth, participating in the biggest international conferences on the behalf of Afghanistan in five continents. Sixth, recording of five packets of complete tartil translated in Persian, Pashto and English languages, and with a recording of Holy Quran sponsored by Ariana International Television. Seventh, recording of lessons for children, teaching of Makamat and preparing of books. Ninth, studying of Ainan lessons for Afghans who are abroad. Tenth, independently building of the most expert Quranic association. It is mentionable that construction of our association is away from party and political progresses and has been constructed by supporting of beneficent Afghans. 11th, finally, it is mentionable that online international Holy Quran competition was launched for the first time in Afghanistan, named Saraj Al-Kabeer. This competition was started in 18 December 2020 and finalized in 1st January 2021. This Quranic movement was launched through three stages. The first stage was for Afghan reciters from four zones, and the second stage was for 27 countries. In fact, both stages were arbitrated by honorable and international Afghan arbitrators. Actually, 13 countries were finalists from all 27 countries, and the finalists were arbitrated by the most prestigious reciters of the Islam world from Egypt, Lebanon, Iraq, Pakistan, Iran, Saudi Arabia and Afghanistan countries. It is to thank all Quranic friends who has helped us in Quranic cultural activities. By Allah's grace, it will not be our last program. If you help and support us, the people of Afghanistan will be witness of the competition in a form of presence for the next years, as it is not hard and we have its ability and capacity. It is mentionable to thank all printing and video medias of Afghanistan, especially Ariana International TV that has broadcast this big Quranic program across the world. Finally, I wrap up my speeches for equity and argument of our slogan, Quranic Stars, the Carriers of Unity. Doubtless, Quran is a book of unity, equality, and brotherhood. In fact, it is a breaker of borders and every kinds of sect, race, trip and language discrimination. Actually, Holy Quran reciters are the real carriers of unity across the world. And it was a goal of our competition to improve the talents and bring all nations under one cover. Let's know Quran and urge by itself, not limited to a special place and time. Thank you. تشکر از قاری صاحب سید انوات الله سهرابی که در رابطه با این برنامه معلومات ارائه فرمودن به زبان انگلیسی و تشکری میکنم از اسپانسر برنامه کنونی ایمان و که اسپانسر برنامه را هم بانک اسلامی افغانستان گرفته بود و همچنان شرکت مخابراتی افغان بیسیم. در این قسمت حال هم وقفه داریم، بعد از وقفه باز هم انشاءالله در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. خوش آمدید با ادامه برنامه مسابقات حسن تلاوت کلام الله مجید آنلاین. عزیزان نهایت گرانقدر، جا دارد که تشکری بکنم از کسی که بخش مالی برنامه را به دوش گرفته بود تا به دست نشر برسه، شرکت مخابراتی افغان بیسیم و همچنان بانک اسلامی افغانستان. در این قسمت حال از المقری و شیخ استاد امان الله احمدی خواهش میکنم که به جایگاه تشریف بیارن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. در ابتدا جا دارد جناب شیخ عبدالکبیر حیدری، شخصیت ملی و بین المللی کشور ما، قاری که صدای قرآن
از افغانستان به جهان رساندن واقعا. من مبالغه نمی کنم در مدح از اینا، حقیقت است. معلومات مسابقه را میمانیم به استاد بزرگوار حیدری صاحب، انشالله در کیفیت داوری صحبت میکنه. من از اونا خواهش کردم که گپایی که من دارم میگم با شما درباره مسابقه صحبت کنن. الله وجود از اینا را حفظ کنه برشان، الله طول عمر نصیب کنه. باز شخصیت های ما که میرن میمیرن، باز بعد از او مردم با اونا آشنا میشه. اگرچه الحمدلله اینا شهرت بین المللی دارن، خلیکن قدر و عزت کنیم شخصیت ها را. قدر این برنامه را باید بفهمیم. اولین دور مسابقات است، همون قسم که دوستا گفتن، تحت نام سراج الکبیر که در پهلوی جناب شیخ صاحب همکارایشون که اینها زحمت کشیدن، تیم همکارشون، از اونام قلبا سپاسگزاری میکنم. این مسابقه را به مردم افغانستان به همگی تبریک و تهنیت عرض میدارم. ببینین چیزی که بسیار مهم است در این مسابقه، دوستا توجه کنین، شعار مسابقه چه قسم نوشته شده در عربیش؟ نجوم القرآنیه حاملین الوحده، سبحان الله. یعنی ستاره های قرآنی، ستارگان قرآنی حاملان وحدت. چه خوب یک پیام است. چقدر هر مسابقه یک شعار می داشته باشه. یعنی قرای عزیز هستن که می تونن امت با هم چی کنن؟ متحد بسازن. الله بر از اینا اجر بده با این شعار زیبایشون. من بر رسانه ها یک پیام دارم، اگرچه رسانه آریانا همیشه هم کار بودن، الله برشان اجر بده. در ماه مبارک رمضان که قرنطین بود، برنامه حضوری نبود، در همین مرکز شیخ عبدالکبیر حیدری ما مسابقه آنلاین در اون جمع داشتیم، مسابقه قرآن کریم از شبکه جهانی آریانا هم سپاسگزاری میکنیم که همیشه اینها برنامه های اسلامی را ثبت کردن، نشر کردن، برنامه های خوبی دارن. خب این مسابقه را تنها یک رسانه نه، خواهش ما ایست که امروز در محفل اختتامیه اینجا باید در میز خطابه، من میگم جایی نمی بود، همه رسانه ها مایکایش اینجا حضور می داشت. یک دستاورد بسیار بزرگ به افغانستان که متاسفانه بگیم، اگر بگیم خبرنواران، همه گی خبر دارن، هیچ کس بی خبر نیست. حال تمام دنیا از طریق اینمی وسایل پیشرفته مثل قری کوچک شده، مثل یک خانه شده، کلگی خبردار از این. خب یک تعداد متاسفانه دیگه، الناس اعداء لما جهلوا. من زیاد انتقاد نمی کنم، روزی است در محفلی هستیم که ما شما باید اظهار خوشحالی داشته باشیم، سرور داشته باشیم. من خوشحال هستم الحمدلله. بازم هیچ کس که حمایتم نکنه، الله ما شما را کمک میکنه. و من به جناب شیخ صاحب، تیم همکارشان، همگی دوستا بازم مبارک باد میگم. از این اضافه صحبت نبرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از المقری و شیخ استاد امان الله احمدی که صحبت های عالمانه در رابطه به برگزاری دور اولین بار دور مسابقات حسن تلاوت کلام الله مجید آنلاین داشتن. در این قسمت حال هم از الحاج استاد قاری صاحب محمد حسین عن حیدری که یکی از داور صاحبای دور می باشد، خواهش میکنم که به جایگاه تشریف بیارن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله تعالى في قرآن العظيم: ورتل القرآن ترتيلا، صدق الله العلي العظيم. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن. دوستای عزیز، بینندگان محترم و همه شنوندگان عزیز، حضار در محفل، مسابقات در دو بخش بود، بخش اول مقدماتی و بخش دوم نهایی که بین بیش از 27 کشور جهان اشتراک کرده بودند و چهار موضوع در نظر داشتن اساتید بزرگوار. یکی تجوید بود، صوت، لحن، ترتیل یا وقف و ابتدا، که اساتید ما پیشتر
عزیز بزرگوارمان جناب احمدی صاحب نازنین همه ایرای بیاداوری کردن، اساتیدی که در این عرصه داوری کردن، البته عدالت را در نظر داشتن و بسیار بی‌طرفانه و شفاف داوری کردن تا یک گام باشه برای بعدی ها انشاءالله. الحمدلله مسابقات در سطح بالایی برگزار شد، نمرات داوران بین المللی داخلی و خارجی خیلی با هم نزدیک بودند که قاریان اشتراک کننده طبق قرعه از قبل تعیین شده قرائت خود ثبت میکردن و از طریق واتساپ میفرستادن و اساتید و داوران بزرگوار داوری میکردن که الحمدلله این پروسه انشالله که به بسیار زیبایی ختم یافت. و در از اینکه فرصت ما کم است، فقط می خواهیم در آخرین لحظه پیشنهادی داشته باشم و یا تقاضای بکنم از عزیزان ما که از تمام جوامع قرآنی در سطح جهان، تقاضای ما این هست که با برگزاری همچون برنامه ها و یا طرح‌های جدید به خاطر رساندن صدای دلربای قرآن و ندای آسمانی کلام وحی قرآن عظیم الشان به گوش جهانیان، تا ستارگان قرآنی واقعا حاملان وحدت جامعه مسلمین جهان و جامعه بشری شود. و من الله التوفیق. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از الحاج استاد قاری صاحب محمد حسین حیدری که در رابطه با دوره مقدماتی حسن تلاوت کلام الله مجید بین المللی صحبتهایی داشتن و آگاهی دادن که برنامه چگونه برگزار شد و حال ما در مرحله اختتامی این دور رسیدیم. در این قسمت حال یک بسته تصویری را از داورای بین المللی ما داریم که چی گفتنی دارن به مردم افغانستان و چی پیام دارن و با شما یک جا صحبتای ایشان را میشنویم. نسألک یا من هو الله الذی لا اله الا هو. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. أهنئ الشعب الأفغاني بالمسابقة العالمية الدولية، مسابقة السراج الكبير، وأخص بالذكر فضيلة القارئ العالمي الشيخ عبدالكبير حيدري، كما أخص بالذكر أيضا كل القائمين على هذه المسابقة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. أخوكم في الله عبد الناصر حرك، قارئ بالإذاعة والتلفزيون المصري. سلام عرض میکنم خدمت مردم شریف و عزیز کشور برادر و دوست افغانستان. امیدوارم این مسابقات بین المللی با عنوان السراج الکبیر که برای نخستین بار در سطح بین المللی و با محوریت کشور افغانستان در حال برگزاری هست، بتواند بیش از گذشته ملت قرآن دوست و مسلمان افغانستان رو به سمت آموزه های قرآن کریم متوجه کنه و قلب این ملت رو با قلوب ملت های مسلمان در سراسر عالم پیوند بیشتری برقرار کنه و بتواند به شناسایی و معرفی بهترین قاریان جهان اسلام کمک شایان توجهی رو داشته باشه. از برگزار کنندگان این مسابقات بین المللی به نوبه خود قدردانی می کنم و آرزوی توفیقات روزافزون رو برای تمام عزیزان از درگاه الهی مسئلت می کنم. دکتر کریم دولتی، جمهوری اسلامی ایران. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اما بعد، میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ میں بین الاقوامی مقابلہ حسن قرات سراج الکبیر جو اسلامی جمہوریہ افغانستان کے زیر اہتمام کیا جا رہا ہے اس میں
ایز اے جج کے شامل ہوئی اس پینل میں. میں اس مقابلے کے تمام منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, خصوصاً قاری القاری الشیخ القاری الکبیر عبدالکبیر حیدری صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے بڑے مقابلے کا انعقاد کیا ہے. اللہ پاک ان کے اس قرآن کریم کے اس اشاعت کے کام کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. آپ کا بانی محمد ابراہیم قاسی, اسلامی جمہوریہ پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نبارك ونهنئ الشعب الأفغاني أجمع بانطلاقة المسابقة القرآنية الدولية بعنوان سراج الكبير. كما أخص بالذكر أخي وعزيزي فضيلة الشيخ عبد الكبير حيدري, والشكر موصول للقائمين والمنظمين في إنجاح المسابقة القرآنية. أخوكم محمد مهدي منصور آل منصور, قارئ بالمملكة العربية السعودية. الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم. صحبت‌های داور صاحب را شنیدیم و در این قسمت حال توجه بفرمایید به صحبت‌های دکتر فضیلت الشیخ عبدالفتاح تاروتی از کشور مصر که رئیس هیئت داورا هستند. صحبت‌های را دارند در رابطه به این دوره از مسابقات و همچنان ایشان هم اعلان می‌کنند که کیها در این دور توانستند مقام اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم را از آن خود بسازند. با شما یک جا صحبتای دکتر صاحب را میشنویم. نسألك يا من هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, واصلي واسلم على صفوة الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم امين. أما بعد, فتحية طيبة مباركة إليكم من أرض الكنانة من مصر. وبعد, فإننا نحمد الله تبارك وتعالى أن وفق أخي الحبيب الشيخ عبد الكبير حيدري القارئ بدولة أفغانستان الإسلامية إلى تنظيم أول مسابقة دولية في تلاوة القرآن الكريم, و تشرفت أنا أن أكون رئيساً للجنة التحكيم, وكل ذلك تحت رعاية وإشراف أخي الحبيب الشيخ عبد الكبير حيدري. وقد أسفرت الاختبارات عن فوز 6 من المتسابقين بالمراكز الأولى. الأول الشيخ حسن علي كاسي من باكستان بدرجة 92.4%. الثاني الشيخ علي فلاح خشان من العراق بدرجة 90.1%. الثالث محمد مهدي عز الدين من لبنان بدرجة 88.78%. الرابع محمد فهيم أكبر من ألمانيا بدرجة 86.62%. الخامس الشيخ علي محمد علي الطاروطي من مصر بدرجة 85.28%. السادس أحمد بلال علي زادة من أفغانستان بدرجة 83.12%. وختاماً, فخالص احترامي وتقديري لجميع المتسابقين الذين شاركوا في هذه المسابقة, فكلهم قد فازوا برحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه. واستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدي.
عزیزان نهایت گرانقدر، در این قسمت وقفه داریم. بعد از وقفه باز هم در خدمت شما قرار میگیرم. عزیزان بیننده برنامه سراج الکبیر، حال فهمیدیم و دانستیم که کدام قاری صاحب از کدام کشور که اشتراک کرده بودن تانستن مقام اول را از آن خود بسازن. واقعا جای بسا افتخار است که چنین برنامه بزرگ به سطح بین المللی در افغانستان دایر میشد. چون لحظات زیاد را ما با خود نداریم، در این قسمت حال توجه بفرمایین به صحبتهای شیخ استاد عبدالکبیر حیدری افغانی که در رابطه به دور مسابقات صحبتهایی دارن و نیز در اخیر تلاوت از شیخ صاحب را نیز با خود داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومقتدانا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستبقوا الخيرات. أرجو سلام أدب محضر همه شما سروران عزیزی که حضور دارین و از طریق برنامه بسیار خوب قرآنی محضر بینندگان شنوندگان که در هر جای از کره زمین حضور دارن، احترامات ما را انشاءالله که پذیرا باشن. فرصت بسیار اندک است. من تشکر میکنم که از دستندرکاران این برنامه بزرگ و نیز از داوران ملی و بین المللی افغانستان ما که در این پروسه بنده حقیره و مجمع خودشان در حقیقت اینا یاری فرمودن سپاسگزاری نمایم. مجمع قرآنی شیخ عبدالکبیر حیدری اجزا می دانن که البته این نه فعالیت اولش بوده و نه انشاءالله فعالیت اخیرش می باشه. دائما در راستای ترویج فرهنگ والای قرآنی در افغانستان مقدم بوده و دوست داشته کارهای بنیادی و اساسی را در افغانستان نهادینه بسازه. برادر نهایت عزیز ما جناب قاری صاحب بزرگوار به لسان انگلیسی آقای سهرابی قسمت از فعالیت های این مجمع را خدمت اجزا به عرض رساند که ثبت های ترتیل قرآن از ایمشان چند دور ثبت ترتیل قرآن از ایمشان بوده. در کنار از اینکه اشتراک بنده در محافل های ملی و بین المللی بوده به نام افغانستان، به خاطر افغانستان، به خاطر رشد و ترقی جامعه اسلامی ما. و مهمترین چیز بحث درس تدریس یا برنامه های عرضه کردن تعلیمی برای نوجوانان و جوانان در افغانستان بوده که به حمدالله این مجمع تا فلحال در حدود 10 نمایندگی برای مردم افغانستان و از اقوام مختلف افغانستان به حمدالله باز کردن و در خدمت مردم هستند. که من فکر میکنم یکی از چیزهای بسیار مهمه که در مسئولیتهای مهمه که در افغانستان است ایست که تعلیم قرآن به صورت صحیح و دقیق باید برای مردم ما ارائه شود که به حمدالله این مجمع در این عرصه هم پیشگام بوده. در قسمت روند مسابقه خدمت ایزا برز برسانیم که به 3 مرحله بوده، مثل که اساتید بزرگوار فرمودن مرحله مقدماتی از 5 زون افغانستان داشتیم که در حدود 14 نفر متسابقین افغانستان ابتدا شرکت کردند. بعدش از جمع 14 نفر به توافق داوران افغانستان ما 5 نفر راهی مسابقات بین المللی شدند. مرحله مقدماتی بین المللی را هم خدا را سپاسگزار هستیم، داوران عزیز افغانستان داوری فرمودن که میشه از حضرات ایشان اسم ببریم، جناب شیخ القرآن استاد امان الله احمدی صاحب و جناب استاد بزرگوار استاد محمد حسین حیدری و جناب استاد بزرگوار استاد موحد صاحب
جناب استاد بزرگوار استاد دکتر احمد بیژن معصومی و جناب استاد بزرگوار استاد امیر محمد حیدری سپاسگزار هستم که الحق و الانصاف داوری در سطح بین المللی کردن. زمان ما وقتی که نمرات و درجات داوران بین المللی را که در مرحله فاینل داشتن دیدم که هیچ تفاوت دا با داورای افغانی ما نداشتن. خود از این باعث سربلندی و سرفرازی جامعه افغانستان بوده که امروز الحمدلله همین نیرو وجود داشته که تانستن داوران افغانی ما الحمدلله در کنار از اینکه هم از چیره های مطرح افغانستان هستند و داوری های ملی بین المللی انجام دادن به حمد الله امروز هم بسیار کار بزرگ شد که این داوری الحمدلله مرحله مقدماتی به وجه احسن انجام شد. 13 نفر از جمع 27 نفر متسابق از 27 کشور راهی فاینل شدند، بازم با توافق داوران ملی و بین المللی ما که 13 نفر راهی فاینل شدند که در قسمت 13 نفر فاینل ما موکل کردیم داوران بین المللی را که قلباً از اساتید بزرگوار ما از قاریان ملی و بین المللی کشورهای که با ما همکار بودند در قسمت داوری تشکر بکنیم. خالص شکر و تقدیر للمحکمین الدولیین معالی الدکتر فضیلت الشیخ الطاروطی که جناب ایشان رئیس هیئت داوران بودند، رئيس لجنة التحكيم لهذه المسابقة، وجناب معالي الدكتور شيخ عبد الناصر حرك أس كبار قراء مصر، جناب فضيلة الشيخ ميثم التمار أس كشور عراق، فضيلة الشيخ دكتور كريم دولتي أس كشور جمهوري إسلامي إيران، فضيلة الشيخ دكتور عادل خليل أس كشور لبنان، فضيلة الشيخ دكتور محمد مهدی آل منصور از کشور عربستان سعودی، فضیلت الشیخ ابراهیم کاسی از جمهوری اسلامی پاکستان. قلبان از شعب الافغانی اشکرکم، حقیقتا سعدتمونا و شعب الافغانی منتظر لحضراتكم لكي تساعدنا أكثر أكثر إن شاء الله في المستقبل بإذن الله تعالى. ونحن نريد من مشايخنا إن شاء الله تساعد الشعب الأفغاني وتساعد القراء الأفغانستان، ومحتاج للتشجيع القراء الأفغانستان محتاجين للتشجيع. وإن شاء الله ما از أساتيد بزرگوار ما إلى تقاضا ميكنم كي اگر خواست خداوند متعال شوه كي سال بعد بتوانیم انشاءالله که این مسابقات به طور حضوری اساتید گفتن روی حاشیه ها نمیریم که اگر حمایت ها صورت بگیره من متوقن استم که کار دشوار نیست. انشاءالله میتونیم که این ظرفیت وجود داشته و این ظرفیت وجود داره که انشاءالله بتوانیم این زمینه را فراهم کرده به متسابقین خارجی که از یک کشور اسلامی شایستش است که این مسابقات که تا امروز برگزار نشده بتوانیم انشاءالله حضوریش هم برگزار بکنیم. نکته بعدی را که خدمت عزیزا میخواییم برز برسانیم، حسابدهی روند همیشگی ماست. اساتید معظم که اینجا تشریف دارن اهداف ما یکیست. یکی از اهداف واقعی از این است که ما چطور بتانیم استعدادهای جامعه افغانستان را به سطح بین‌المللی شکوفا بسازیم. اینجا کار به فرد نیست و شخص نیست، همه میخواین که یک خدمت در دین صورت بگیره و خدمت به این ملت صورت بگیره. اینجا عامیانه بگویم بحث دکانداری نیست که ما یک برنامه را برنامه ریزی بکنیم بعدش بگوییم که موضوعات مادی چطور میشه که خدای نخواسته به او ذهنیت که جیبا پر شود. قاریان قرآن غنامند هستند، نیاز به این مادیات امروزی ندارند، اما از اون جایی که روال و روش برنامه ماست تا حد که عزیزان ما همکاری داشتن با ما در این پروسه که تعداد چند افراد میخوایم اسم ببرم، جناب برادر نهایت عزیز ما دکتر صاحب فریجان نبیزاده، برادر نهایت عزیز ما سید رضای عالمی، برادر نهایت عزیز ما حاجی صاحب که نگفتن ایشان فرمودن که اسم ما را نگیرین،
و برادر عزیز ما رئیس صاحب مسعود جان، ما 4 نفر در این پروسه ما حمایت داشتن که جمعاً پول ما 2,80,000 افغانی شده بود و در کنار از این طبعا مصارفات هم وجود داشته که قلموار از طرف مجمع ما به ثبت رسیده. خب شک درش نیست که هدیه نقدی برای متسابقین فرستاده میشه، کسایی که از اول تا ششم داریم ما، و در کنار از این هدیه‌ای که البته بسیار کم است برای داوران عزیز در قسمت برنامه فرهنگی که الحمدلله تا امروز دوستان میبینن از طریق دنیای مجازی هینامش مصرف داره و برنامه ارتباطی و ارتباطات ما که است. خلاصه خدمت عزیزا عرض برسانیم که خدا را شکر باقی نشدیم، اما این پروسه در حقیقت که ما 2,80,000 افغانی را گزارش دادیم، در حقیقت 20,000 دلار مصرف از این مسابقه بود در ابتدا که سنجیدیم. اما یک بزرگواری را که کردن در کنار از اینکه داورای افغانستان همکاری کردن با ما، داوران بین المللی هم کنار هیچ نوع تقاضا و متقاضی پول نبودن، و البته این بار در توان ما هم نبود که برای اونا هدایا بفرستیم. انشاءالله ما تقاضامند از ایستم که انشاءالله در آینده بخیر بتانیم اینا به وجه احسن استقبال شوند و اما حق قانونی و اسلامی شرعی که برایشان میشه او رسیده شود. این فقط تنها و تنها توسط همکاری و تجار خیر میتونیم این انجام بدیم. یک نکته را هم خدمت عزیزا عرض برسانیم، در این برنامه ما نخواستیم برنامه رنگ بوی سیاسی بگیره، چون این از آدرس افراد خیر بوده و از آدرس محبین قرآن بوده و از آدرس اساتید معظم قرآنی افغانستان بوده. ما نخواستیم که خدای نخواسته این رنگ بوی سیاسی بگیره، با کمال احترام که به همه احزاب سیاسی و زعما داریم، اما برنامه قرآن تا امروز از آدرس مجمع ما بدون تبعیضات و بدون تعصبات قومی، لسانی، نژادی، مذهبی بوده. ما خواستیم که کار بزرگی که برای اولین بار در تاریخ افغانستان هم انجام میشه بدون این موضوعات باشه. من متیقن هستم که عزیزان ما با ما همکار بودن، چی از داخل افغانستان و چی از خارج از افغانستان. بازم تقاضامند هستیم همکاری های شما برای ما مثمر تمام میشه. همکاری است که بلا توقع است. از تلویزیون جهانی آریانا که دائما در برنامه‌های فرهنگی، علمی، دینی، قرآنی، ورزشی مقدم بودند و مخصوصا در قسمت ای پخش نشر از این برنامه که البته ما را در قد همکاری کردند و پخش و نشر از این را به عهده خود گرفتند، قلبا سپاسگزار هستم از ایشان. و در اخیر جا دارد که بازم یک تشکری داشته باشیم از جناب برادر بسیار نهایت عزیز ما انجینر صاحب استاد ناصری بزرگوار و استاد انوری عزیز ما و جناب ماستر قاری صاحب وایس جان که در قسمت ترجمه های عربی و برحال اجزا در قسمت بنر و بعض برنامه های دیگه که اساس این مسابقات تشکیل میده همکاری کردن. چون فرصت بسیار کم است، نتایج به حمدالله عزیزان ما زیرنویس دری داشتیم. ما دیدن که رئیس هیئت داوران 6 نفر از جمله 13 نفر که در فاینال رفته بود اسم بردن، که ما هم به تک تک از عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم که جناب ایشان هم فرمودن مشخص شد که نفر اول ما از کشور پاکستان بود. امی که میگم از کشور پاکستان بود، مشخص میشه که مجمع یک صحیح صدر فراخ دارن و این خودش مشخص میشه که برای ما پاکستانی و ایرانی و عرب و عجم و امریکایی نداره، همه در سفره قرآن پیش ما برادر ما هستن و یکسان هستن. برادر نهایت عزیز ما جناب قاری صاحب حسن علی کاسی از کشور پاکستان نفر اول، برادر نهایت عزیز ما قاری صاحب علی فلاح خشان از کشور عراق مقام دوم این مسابقات بین المللی گرفتن، جناب قاری صاحب معظم از کشور لبنان محمد مهدی عز الدین مقام سوم گرفتن، جناب قاری صاحب فهیم جان اکبر از کشور آلمان افتخار داریم که ایشان افغانی الاصل هستند، اصلا از افغانستان هستند، بازم استعداد افغانی ما به حمدالله مقام چهارم گرفتن، جناب قاری صاحب محمد علی الطاروتی مقام پنجم گرفتن و در مقام ششم بازم مبارک باد میگیم محضر همه افغانان عزیز ما جناب قاری صاحب احمد بلال غنیزاده از کشور جمهوری اسلامی افغانستان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تلدی و افغانستان.
تشکر میکنم از شیخ استاد عبدالکبیر حیدری و همچنان از حامیان برنامه کنونی ایمان، بانک اسلامی افغانستان و همچنان شرکت مخابراتی افغان بیسیم. عزیزان نهایت گرانقدر، لحظات پایانی برنامه کنونی ما هست با تلاوت که توسط شیخ استاد عبدالکبیر حیدری قرائت میگردد برنامه کنونی خود را اختتام میبخشیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكون فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.